دوستان عزیز، قرار است درباره جمال میرصادقی، داستان نویس مطرح کشورمون، چند کلامی با شما صحبت کنم. آقای جمال میرصادقی بی نیاز از معرفی هستند و معرفی ایشون داستانهایی است که نوشتند و دانشجویان و داستان نویسانی است که در طول این سالها تربیت کردند و تحویل جامعه دادند. آقای میرصادقی یک معلم بالفطره است، یک معلم به ذاته، معلمیه که برخلاف بسیاری از معلمهای در واقع دیگر آموزش که فقط برای در واقع دانشجوانش نمیدونه، برای خودشون هم میدونه، هم یاد میگیرن هم یاد میدن، بسیار بروزن. تقریبا تمام مسائلی که در داستان های در واقع روز جهان مطرح هست مطالعه کردن و با اونها آشنایی دارن، توی کلاس هاشون، توی درسنامه هاشون و توی کتاب هایی که برای آموزش داستان نویسی منتشر می کنن، اونجا ما رد پای دانش روز ایشون رو می بینیم. تقریبا نهلهی توی داستان نویسی امروز جهان نیست که ایشون بهش نپرداخته باشه، حتی اونهایی رو که خودشون ممکنه علاقهی بهش نداشته باشن یا به هر حال توی حوزه داستان نویسی ایران خیلی به اونها پرداخته نشده باشه. بسیاری از این در واقع نمونه ها رو ایشون توی آثارشون آوردن. من آخرینشون یادم هست که که در واقع کتابی بود با عنوان داستانهای خیالی. توی داستان‌های خیالی ایشون آخرین نمونه‌های در واقع داستان‌های خیالی رو آورده بودن و داستان‌هایی که شاید از زمان انتشار اونها یک سال نگذشته بود و این داستان‌ها رو دیگه کتاباشون آورده بودن به عنوان نمونه و مطرح کرده بودن. از یکی از مجریان عزیز پرژن اوارد جوایز پارسی دعوت میکنم، خانم مسروره، لطفاً شروع کنید. درود بر همه شما عزیزان که امروز آسمان ادبیات ایران با حضور شما ستاره باران شده. ستاره ها از سقف آسمان به نگاهش نزدیک شدند، کنار پنجره رفت، ایستاد و پنجره را گشود به روی بهار. شکوفه های گیلاس روی درخت های پشت خانه دربند دلبری اردیبهشت را به یادش می آورد. اردیبهشت ماه تولدش بود. نفس کشید عمیق و آرام. نسیم خنک اردیبهشت از میان پنجره به روی گونه هایش وزید و آنها را نوازش کرد. به یاد مادر افتاد. به یاد روزهای مدرسه. به یاد مادری که تمام زندگی را به او مدیون است. همیشه می گفت
هرچه دارم از مادر دارم. به یاد دعاهای مادر افتاد که به صورتش فوت میکرد. یاد مهربانی مادرش. به یاد پدر بزرگ افتاد. به یاد کتابهایی که برایش میخرید. روزهایی را به یاد میآورد که از ترس ترک خوردن مدرسه را ترک کرد و شروع کرد به دکانداری کنار پدرش. به مادر بزرگ گفته بود دلش میخواهد درس بخواند. اولین کتابی که خوانده بود امیرارسلان نامدار بود با یک جلد قهوه‌ای. در یک ظهر تابستان بود، حوصله‌اش سر رفته بود و این کتاب را میان اساسیه زیرزمین پیدا کرد و با خواندنش دنیای داستان نویسی در دلش جرقه زد. هرگز فکر نمی‌کرد باید نویسنده شود. آرزویی بود که داشت ولی این رویا را نیافتنی می دانست. همیشه می گفت نویسندگی یک چراغ است در جاده مه‌آلود. کم کم و به تدریج راه روشن می شود. در تربیت معلم قبول شد و سپس به دانشگاه رفت. معلمی شد پیشش. اولین کتابش را به نام شاهزاده خانم چشم سبز برای عشقش، یک زن با چشمان سبز نوشت که تداعی مادر بود برش. سپاسمندم. خیلی ممنون مسرور جان. میریم یک کلیپی از کتابهای آقای جمال میرصادقی ببینیم. عشق صدای آواز بود، کسی میخواند. از جا بلند شد، جلوی پنجره آمد. جنگل سفید پوش بود، برف ایستاده بود. آواز از جنگل می آمد، آوازی بی کلمه، مثل چهچهه پرنده ها. خاموشی سنگین را می شکست. چه آوازی در این سوز و سرما، این وقت شب در جنگل. کی بود که میخواند و آوازش فضا را میشکافت و به سوی او میآمد. میخواست تنها باشد، با خود باشد. به اینجا آمده بود تا از هنگامه و هیاهوی شهر دور باشد، تا افکار آشفتش آرام شود و خودش را پیدا کند و آنچه خواهانش است به دست آورد. میان سر و صدای شهر گم شده بود. کلبه‌ای بود میان جنگل، دور از آبادی، ساکت با شعله‌های آتش بخاری. روزها با آواز پرنده‌ها بیدار می‌شد و جلوی پنجره می‌نشست و به انبوه خاکستری تو در توی درخت‌ها نگاه می‌کرد. چه او را به آنجا کشانده بود؟ چه می‌خواست؟ برف شروع کرده بود، باریده و باریده بود. گشت و گذارش در جنگل ناممکن شده بود. به پوره های برف که به دنبال هم ریسه شده بودند نگاه می کرد. برف روی برف می بارید. آواز پرنده ها خاموش شده بود و جنگل در سکوتی عمیق فرو رفته بود. گوش داد. نه، اشتباه نمی کرد. چهچهه پرنده ای نبود. آواز شیرین زنی بود که از میان درخت ها به سوی او بال می کشید. چه
خوش می‌خواند، تارهای وجود او را به لرزه در می‌آورد. یادی زنده شد. به باغی رفته بود و آوازی را از پشت درخت‌ها شنیده بود. پیشتر رفته بود. دختری در تاپ گردانی میان درخت‌ها نشسته بود. تاپ بالا می‌رفت و پایین می‌آمد و آواز او را در فضا پرواز می‌داد. نور ماه اندام او را شعله ور کرده بود. کشیده می شد به جلو. آواز رشته های وجود او را به رقص آورده بود. پاهایش او را به سوی او